سلام، من کامبیز قوان مقام هستم از لس آنجلس و بسیار فکرم نهمیه که داریم انجام میدن جزء خاطرات من. باز توضیح دارم میدم این خاطرات شخصی منه و از محیط خودم دارم خاطراتم رو میگم و اون جاهایی که آشنایی که محیط های دیگه داشتم بهش رسید اون تیکه هارم گفتم، ولی سعیم تمام در این بوده چه اتفاقاتی دورور من اتفاق افتاده که من بتونم اونها رو بگم. به طور کل فکر کنم که اگه همه هم بتونن این کار انجام بدن این یه مجموعه بزرگی میشه، چون از نقاط مثلا تفکرهای مختلف و از دیدهای مختلف آدم ها چیزهای مختلفی که دیدن مسئله خیلی بهتر میشه تا یه نفر بخواد این انجام، ولی یکی باید شروع کنه این کار رو. قبلا در رابطه کنفرانس کتابهایی نوشته شده، ولی هنوز من فکر کنم خیلی هست که بتونن این کار رو انجام بدن. یعنی اینقدر داستان نگفته است، اینقدر مسائل نگفته است، یعنی که باید این گفته بشه که چطور شد که همچین سازمان به این بزرگی که بی سابقه بود تو دنیا اونم توسط ایرانی ها که شاید عقب مونده و بتونه همچین کاری انجام بشه، و آیا تکرارش باز میتونه انجام بشه الان که میبینیم نشد انجام بشه 50 سال بعد از 40 سال بعد از انقلاب به اصطلاح اسلامی ایران، با وجود تمام مخالفت ها و غیره، انواع اقسام احزاب درست شدن، گروه ها درست شدن، فلان درست شدن، کنفدراسیونی درست نتونست بشه، یعنی اون سازمان دانشجویی که بتونه انجام بشه نتونست انجام بشه. ولی در صورت این وضعیت ولی در حال برمیگردیم به اینکه این سازمان ها چطوری تونستن چه کارهایی را انجام دادن. این سازمان ها برنامه‌هایی که داشتن به طور کلی تو آمریکا، اغلب آدم‌هایی که فعال بودن طرفدار مال جبهه ملی دارم میگم، طرفداران به اصطلاح جنبش چریکی بودن، نشدن تمام تبلیغات توی سازمان توی خانه ایران و توی سازمانشون برای این چیزی به نام کنفدراسیون درست کرده بودن که چندین کنفدراسیون بود. اینها به اصطلاح تبلیغ سازمان خودشون میکردن، تبلیغ مانه این تبلیغ بیشتر تبلیغ جنبش چریکی توش به اون ترتیب بود که یه جوری باید در اصلا این کار انجام بشه. البته همونجوری گفتم جنبش چریکی توی ایران موفق نشد، یعنی و با وجودی که افرادش موندن هنوز هم هستن، بعد از انقلاب اتفاقا تو دانشگاه بسیار قوی بودن سازمان شریک های فدای خلق و غیره، و ولی با تمام تفاصیل توی رسه و قبل از انقلاب اینها نتوانستن تکان هایی بتونن بدن به رژیم سلطنتی اون دوره، و این نشان دهنده این میشه که پایه های این ماجرا تو ایران حداقل در اون دوره تاریخی موجود نبود که بتونه انجام شه. ولی در خارج کشور همونطور گفتم هر کدوم از اینا سعی کردن با کنفدراسیون هایی که باقی مونده درست شده با اونها در تماس باشن و بلکه بتونن این ماجرا را ادامه بدن. ولی همونطوری که گفتم این پایه های این ماجراها دیگه به اون قدرت سابقش نبود، به دلیل اینکه اون لطف کنفدراسیون تو اون دوره بود که همه در کنار هم بودن، تفکرات مختلف در کنار هم بودن، با وجود تمام دعواها و نمیدونم کشمکش هایی که موجود بود، ولی وقتی موقعش میشد بر سر مسائل مشترکاً تصمیم میگرفتن، تظاهرات مشترکاً انجام میشد، زندان هایی که میرفتن مشترکاً انجام میشد، نمیدونم وکلایی که میگرفتن مشترکاً برای همه بود که این کار انجام بسیار چیز بود. پولهایی که جمع کرده میشد برای به خصوص مسئله دفاع که بعدا به اصطلاح دبیر دفاع هم درست شده بود تو کنفدراسیون و به اصطلاح فدراسیون ها و غیره که مسئولش دفاع از مبارزات از دانشجویان بود، دفاع از جریانات کنفدراسیونی بود و طرح این ماجراها بود و بسیار تونسودی همچین جریان که بتونه فعالیت های کلی انجام بده. ولی حالا چند تا نکته بگم که تکرارشو دارم میکنم، ولی فکر کنم تکرارش لازمه فقط بتونه آدم یکم بستش بده جریانا. اون وقت در قبل یه تعداد آدم رفتن چین
که بتونن تجربیاتی اونجا پیدا بکنن و بتونن با رهبران چین و اونهایی که واردن بتونن صحبت کنن. بخشی اونجا موندن برای مدت ها که بتونن تجربیات پیدا بکنن. بتونن به اصطلاح یه تعداد رفتن فلسطین و اونجا بتونن تجربیات پیدا کنن. بخش های مختلفی رفتن اونجا، انواع اقسام به اصطلاح توسط فلسطینی ها به دلیل اینکه در مبارزه روزمره بودن با اسرائیل تجربیات بهتری داشتن راجع به این جریانات بتونن هم چیکاری کنن. تعداد اونجا بودن. یه تعدادی رفتم لیبی برای مدتی که حتی بتونن کمک بگیرن از قذافی و غیره اون مدت که این کارو بکنن. تعدادی در لبنان بودن و که اونجا بتونن. یه تعدادی رفتم عراق در اینکه فکر کردن مرز با ایرانه و خیلی راحت‌تر میتونن برن ایران. خب اختلافاتی هم بین عراق و ایران وجود داشت و میتونستن از این کمک ها استفاده بکنن که برن توی جریانات. در حال این پخش شده بود در سراسر دنیا و کل کار اینجور بود که بتونن نیروهاشون رو قرم که جمع بکنن. به یه اشکال گنده وجود داشت که اینا در ایران میباز باشن که بتونن آدم جمع کنن و یعنی تمامی خارج کشوری ها که میرفتن این خارج کشوری ها همه بزرگ شده این برای قضیه بودن و عادت به نوع زندگی نداشتن که بتونن داشته باشن. با وجود اینکه خیلی های قربانی کردن تفکراتشون و غیره رو رفتن دنبال این ماجرا، ولی هرگز این پای بزرگ پیدا نکرد مگر اینکه در دوران انقلاب و بعد از انقلاب که اون دوره به اصطلاح آزادی های اول ماجرا بود که بعدا به شدت باش چیز کردن. یه نوع جریاناتی که ایران به وجود آمد، سازمان انقلاب تونست پایه های اونجا برای خودش درست بکنه، حتی اینا تو انتخابات و غیره هم سعی کردن دخالت کنن، شرکت بکنن، تو دانشگاه بتونن یه همچین کاری بکنن. شرکای فدایی گرفته بودن دانشگاه و سازمان امنیت و غیره رو و نتیجتا اون وقت بود که همچین شانسی پیدا شد، ولی اون زمانی بود که باز دیر شده بود به دلیل اینکه سازمان های اسلامی کل ماجرا در دستشون بود، منتظر این بودن که منظم‌تر بشن بعدن برسن و اینا رو غلغم هم کردن انجام دادن. و عملا نتیجه این ماجرا یه تیکه رو بگم که خیلی خیلی مهمه که میترسم یادم بره چون نوشتم اینجا که بگم. بعد از انقلاب وقتی که این جمهوری اسلامی شروع کرد آدم کشی و اعدام کردن و غیره، چهره به اصطلاح واقعیش رو شروع کرد نشون دادن، این بحث پیش آمد در درون کشور که آقا مسئول این ماجرا کی بوده. یا دسته از این بودن که آقا از ماست که بر ماست نمیدونم حرفا، آقا این مردم همه فلان حقشون فلان غیره است. یه بخش بزرگ اینطوری صحبت میکردن و هنوز هم دارن از این صحبت ها انجام میدن. و یه بخش دیگه صحبت این بود که آقا دنبال به اصطلاح یه جایی رو میگشتن که بگن آقا این بوده، تقصیر بزنن گردن یه جریان. راحت ترینشون کنفدراسیون بود که آقا این کنفدراسیون ها تمام این بلاها رو سر ما آوردن، اینا بودن که به این جریانات و این همه سالها ادامه دادن فلان کردن غیره کردن و بعدا آمدن اینا رو یعنی تا گردن ما. درسته که یه نکته رو باید خیلی دقت کرد، کنفدراسیون کوچکترین نقشی در این ماجرای تحول تو ایران نداشت. کوچه ادهی آمدن یه همچه کارهایی کردن، گفتن به آدم پرستادن غیره کردن، نمیدونم جبهه اون کاری کردن، سازمان انقلابی اون کاری کردن، خانم گردن کمونیست هایی تعداد چون اتحاد کمونیست ها رفتن و کارهای انجام دادن، ولی نقشی در تحول اجتماعی نداشتن، نقشی در این نداشتن که بتونن به اسلامی ها کمک کنن که اونا بیان سر کار، نقشی در این نداشتن که پایه های ماجرایی رو در ایران بذارن که اونا بتونن بیان به اصطلاح برن جلو به کاری رو انجام بدن. نجستن این بحث این که آقا این کنفدراسیون خارج کشوری ها بودن که همچه کاری کردن، فقط از به اصطلاح کمبود اطلاعاته که آقا اصلا به اصطلاحش چیزی نبودن در خارج کشور. بسیار گردنگار و قوی بودن در خارج کشور تعیین کننده، و در ایران هیچ گونه تعیین کننده تعیینی نداشتن. حتی جبهه ملیایی هم که رفت در ایران تعیین کننده به اون ترتیب نبودن، اون جبهه ملیای ایران بودن که باز
شروع کردن سازمان درست کردن و غیره. تو اون جرم ملی تعدادی از چیزهای خارج کشور بودن ولی نقش چیزهای عظیم خارج کشور تو ماجره نبودن، خود یه جرم ملی ایران بودن و البته سازمان انقلابی اینا به دلیل که پایه قبلا در ایران نداشتن شروع کردن پایه سازی و غیره و بتونن یه چیزهایی درست بکنن. خیلی هم اتفاقا تظاهراتی بزنن، ولی هر تظاهراتی که چه جبهه‌ای ها چه هر کی گذاشت شدیدن حمله شد بهش، یعنی داغون کردن که کسی نتونه این کارو بکنه، چون به اصطلاح جمهوری اسلامی داشت پایه میگرفت، داشت برای خودش پاسپای پاسداران درست میکردن، هنوز اون داشتن از به اصطلاح بوروکرات ها میخواستن استفاده کنن، از توده استفاده کردن و از انواع اقسام چیزها، برای که خیلی از اینا مثل جبهه ملی اینا فکر نمیکردن اینا بمونن، حالت نبود به اینکه بتونن بمونن جریانات. نتیجتا این وضعیت نتونستن اون پایه، یعنی هیچ نقشی توی کل ماجرا نداشتن، اگرم نقشی داشتن نقش این بود که توی ماجرا به عنوان یه نیروی کمکی برای فلانی برای جریانی باشن، اصل مطلب اینا نبودن، نه نقش داشتن، نه حرفی میتونستن بزنن، نه جایی رو داشتن که بتونن این کار رو بکنن. رسیدن برگردیم به اینکه کنفدراسیونی ها کوچکترین نقشی توی تغییر و تحولات جامعه ایران وقتی برگشتن به اون ترتیب نداشتن و این بحث تموم. بحث دیگه ای که آقای این از ماسک بر ماست و غیره و اینها هم بسیار غلطه. یعنی چه از ماسک بر ماست؟ من معتقدم که این دولت ها هستن که تحولات رو تو جامعه میتونن انجام بدن، چون برای اینکه آدم ها بخوان رشد بکنن باید کمک بهشون بشه، باید از یه جایی نیروی پولی غیره دانشگاهی جریانی باشه که برن جلو. این خود به خود جامعه نمیتونه رشد اجتماعی پیدا بکنه، انقلاب میتونه بکنه ولی رشد اجتماعی نمیتونه به انجام بده. رشد اجتماعی رو باید دولت‌هایی رو که اینا میارن سر کار، دولت‌هایی که به اصطلاح ملی ان از طرف مردم میان، برای مردم دارن میان، میتونن این کار رو انجام بدن، بتونن مثل آمریکا جاهای دیگه که آدم نگاه میکنه، شما نگاه کنید انواع اقسام به اصطلاح محلهایی درست شده برای اینکه آدما بتونن توش درس بخونن، اسپانی یاد بگیرن، فلان یاد بگیرن، زبانهای دیگه یاد بگیرن، انواع اقسام در کنار هست، همه مجانی هم هست، میتونن آدم برای توش تو این کار انجام بده. و نمیدونم دوره های سیاسی داشته باشن، نمیدونم دوره های فلان داشته باشن، انواع اقسام ماجره ها توسط دولت هاست که جایی رو که در اختیار میذارن، مدارسی رو که درست میشن، محله های علمی رو که درست میکنن این کار بکنن، اگر مردم نمیتونن همچه کاری بکنن در جریانات، یعنی هم چیزی وجود خارجی نداره بتونن کاری بکنن، دولت ها که میتونن. منتها وظیفه اینه که دولت های ملی بیان، وظیفه روشن فکرانه که این کار رو انجام بدن که بتونن مردم رو رشد بدن، که بتونن بیان و دولت های ملی رو بیارن که دولت های ملی بتونن همچین کارهای همچین تحولاتی رو انجام بدن. ولی در حال این وضعیت عجیب و غریبی بود که در به اصطلاح کنفدراسیونی ها بعد از اون پیدا کردن. واقعا آدم نگاه میکنه بعضیشون سرنوشت بسیار بدی پیدا کردن، بسیاری از دوستان جوان ما، بسیاری از به اصطلاح آدم هایی که آدم میشه، مال همه سازمان ها، حالا بعضی سازمان ها خیلی بیشتر و غیره، اینها به شدت تحت پیگیری و حمله به اصطلاح جمهوری اسلامی قرار گرفتن. جالب اینجاست که اتحادیه کمونیست ها، تمام کنفدراسیونی ها به جز بخشی از جبهه ملی مخالف جنگ چریکی بودن و به شدت با این ماجرا مبارزه میکردن و حتی صحبت این بود که آقا صحبت های جنگ چریکی احتمال داره جنبش توده ای را عقب بندازه، نجدا ما با تا اونجایی که میتونیم باید سعی بکنیم که مخالفت بکنیم با جنبش چریکی و غیره، با وجود اینکه از مبارزات اونها دفاع میکنیم که آقا اینا پایگیری کردن هم واسدن تا آخر و غیره، ولی باید گفت که این شیوه درستی نیست و حتی میتونه شیوه واقعی جامعه که جنبش توده یه بین ببره. ولی همین جریانات تحت تاثیر هزار تا
مسائلی که در ایران بود، بخششون، یه بخش بزرگشون تو ایران جنبش چریکی درست کردم و فکر کردم که چون در قدیم اون آقای سیامک زعیم دوستان خوب و آدم بسیار فعالی بود، اون وقت هم به شدت مخالف جنبش چریکی بود و ایشون به این جنبندی رسودن با چند تا چیز که میشه در اصورت تو ایران دوران سربدارانی همچین کاری کردن، ما میتونیم تکرار این ماجرا رو انجام بدیم. و چون جوان بودم تعداد بسیار زیادی به اینا پیوستم. متاسفانه اشکال کار این در این بود که بسیاری از رهبری این ماجرا مثل فریدون علی آبادی، مثل خیلی دیگه اینا اعتقاد به این ماجرا نداشتن، ولی چون جزء این بخش بودم قربانی این ماجرا شدن. اینا رفتم و در آمون و اول رفتم تو جنگل، بعدم آمدم تو آمون، گفتم داستانش باید خود اینها بیشتر توضیح بدم. من بیشتر ماجرا رو در به اصطلاح محاکمات اینها تماشا کردم و اطلاعاتم رو اون قضیه است که دارم میگم چه وضعیت چقدر وحشتناکه و اصرار دارم برای دوستان که این محاکمات این سربداران این بر بچه ها رو گوش کنن، نگاه کنن، سناشون رو نگاه کنن به چه ترتیبه و چه وضعیت، چه جوری اینا تحت اونا لاجوردی اون چیز آدم هایی گوشتن اونجا هستن، قاتل های پروفیشنال هم و گذاشتن برای محاکمه این آدم ها. بسیاری از آدم ها توی این ماجرا نبودن، متعلق به این گروه بودن، ولی در هر حال مثلا برای جمهوری اسلامی مهم بود که تمام مخالفین از سر راش برداره. صحبت این نبود که چقدر این مخالفین کارهای فلان کردن، اینا همه توفنگ جیبشون نبود که این کار کنه، یه تعداد چون بعد رفتن مسلحانه، ولی بخش بزرگشون و واقعا وحشتناکه که یه تعداد بسیار زیادی از جوانهای ما قربانی این مسائل شدن و دیدن این محاکمات اینها که در چه روحیه اینا رو آوردن اونجا و دارن نگاه میکنن یه آخون نشسته یه دیوانه دیگه به عنوان به اصطلاح دادستان و از اولش هم به اینها تمام زندگیشون رو تو خارج کشور گذاشته بودن برای مبارزه. تمام بچه های کنفدراسیونی طرف آمده میگه اینا 4 گوجه فرنگی پرک کردن به شاه و نمیدونم به چیز و خودشون مبارز میدونن و نتیجتا اینا به جز چیز درد سر رو مخالفت فلان نکردن، اینا آدم های فلانی هم باید کشته بشن فلان بشن. تمام مبارزات اینها رو مختص به 2 گوجه فرنگی 2 شعار در دو محاکمات چون داره صحبتی داره انجام میشه. نتیجتا سرنوشتی که بیشتر کنفدراسیونی ها پیدا کردن یه همچین ترتیبی بود و اغلبشون بسیاری از اونها تو زندان بودن، نه جزو جزایران چریکی بودن نه جزو این بخش سربداران بودن، تو اونجا اعدام شدن و اشون زندان های خیلی طولانی کشیدن و عجیب و غریبه که رفتار اینی که میگن انقلاب نمیدونن بچه های خودشون میخوره فلان میخوره، آدم انقلاب فراسر رو نگاه میکنن یه چیزایی میبینه تو ماجرا، ولی مال اینها اصلا حرکت پیشرو توش نبود، جلوی هر حرکت پیشرو رو هم میگرفتن و عملا چقدر خانواده ها بودن که و چقدر از این بچه ها بودن. بعد داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردیم که اینا فکر میکنن ماجرا تمومه، بعد یه مدتی بهشون میکنن این صحبت رو بهشون میکردن ما داریم یه اطلاعاتی بیرون میکنیم بعدا خب شما میرین بیرون و ببینید اصلا صحبت این نبود که آقا اینا رو بگیرن دونه دونه اعدام بکنم، الان به چه ترتیبی یکی چند تاشون هم اعدام نکردن و اینا رو 1 سال بعد اعدام کردن، حتما دستشون پیچونده بودن اینقدر شکنجه شون بودن که آدم های دیگر رو لو بدن. و باز یاد صحبت ولی سیادت میفتم که میگفت اونهایی رو باید شما مورد به اصطلاح سرزنش قرار بدین که اینا رو میگیرن و شکنجه میدن، نه اونهایی که شکنجه شدن توی جریان ها. در حال این وضعیت شدیداً ادامه داشت و بسیاری به خود سازمان انقلابی هم یواشاش مجبور شدن که فرار کنن بیان بیرون، اغلب کنفدراسیونی ها فرار کردن آمدن بیرون، یه تعدادی البته موندن ولی بسیاری از فعالین آمدن بیرون که بلکه تو این خارج از کشور بتونن کاری بکنن، ولی رشته ها اصلا پاشیده شده بود، یعنی همه چی به هم ریخته بود.
یه دانشجوی به اون ترتیب نبود، اینا همه فارغ التحصیل بودن، غیره بودن یا در مراحل دیگه از زندگی بودن که بتونن برنامه های بعدی رو بتونن انجام بدن، ولی آخر عاقبت جالبی نداشتن و بسیار باعث تأسف و وحشتناکه. یکی دو تا من کتاب دیدم در این باجره نوشته شده، ولی فکر کنم این بخش رفتن بچه های کنفدراسیون به ایران رو اونهایی که در ایران بودن و این فعالیت داشتن باید حتما در این رابطه سخنرانی کنن، کار بکنن، خاطراتشون رو بگن، چون دوران بسیار وحشتناکی بعد از اینکه فکر میکنن دروازه های بهش باز شده و تمام آرزوهاشون داره درست میشه، ایران داره تحول میکنه، مردم به پاک، تمام این صحبت ها هست، دارن با یک خون وحشتناک و با یک شیطان دیگه دارن روبرو میشن که اصلا فکرشون هم اینجور نبود که بتونن اینها به این راحتی بتونن آدم بکشن توی مملکت. چقدر این کار انجام شد، چقدر کشته شدن توی این جریان هم در اصلت. گفتم این دوره رو باید یه بحث بیشتری در رابطه شون باید انجام داد که این کار بشه. ولی در حال من باز به آخر کار رسیدم و این بحث رو در اینجا تمومش میکنیم. این بحث اینجا و انشاءالله در آینده، در بحث آینده بتونیم چیزهای دیگر رو بشکافیم در رابطه. خیلی خیلی متشکر از تمام بینندگان و دوستان گرامی. خیلی ممنون.